بود و یکی نبود و خدا بود. خدا بود و خدا بی انتها بود. خدا میخواست دین تنها نباشد، محمد در زمین تنها نباشد. علی را از بهشت آورد در خاک، به خاک تشنه او همچون چشمه پاک. چو آمد کعبه شد گهواره او، روان شد آیه ها درباره او. علی با غصه و غم آشنا بود، علی با درد مردم آشنا بود. برای بیپناهان آشیان ساخت، برای بینوایان سفره انداخت. جدا از او مکن ما را خدایا، در این دنیا و آن دنیا خدایا. در اینجا از بدیها دورمان کن، در آنجا با علی محشورمان کن. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستای عزیز سلام، سلام و سلام و باز هم سلام دوستا. انشالله که همگی شما حال شما امروز عالی و عالی تر مثل همیشه باشین و همچنانی که لبخند و لبهای زیبایتون باشه. بله. و خیلی زیاد خوش آمدین در برنامه خودتان. امروز روز خیلی زیبایی هست، روز خیلی خیلی زیبایی هست. میفهمید دوستا چرا؟ البته بله، دوستا دیگه همگیشون میفهمند که روز خیلی روز زیبایی هست، یعنی که ولادت با سعادت حضرت امام علی علیه السلام است. و این ولادت حضرت امام علیه السلام برای تمامی مسلمانان جهان و خصوصا برای شما دوستا که بیننده برنامه خودتان هستین از صمیم قلبم تبریک میگم. و یک بله. روز خاص دیگه همچنان است که همگی ما میفهمند، بله، یعنی که روز پدر است. و این روز پدر برای تمامی پدران جهان و خصوصا برای پدرش ما دوستای عزیزم، انشالله که همگیشان صحتمند باشن تبریک میگم. و انشالله که همگیشان قهرمان باشن در زندگی ما و ما در کنار پدرای خودن همیشه صحتمند و خوشحال و موفق باشیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستای خوب و نازنین، امیدوار هستم که حال دلتان خوب باشه. همطور که مریم جان هم گفت، امروز خیلی خیلی یک روز خوبی است. 13 رجب سال روز ولادت امیر مؤمنان علی علیه السلام. به تمام شما مسلمانان جهان، مخصوصا شما دوستای خوب و نازنین خود تبریک میگیم. انشالله که همیشه روزهای خوب اتفاق بیفته. و همچنان اما قسمی هم که مریم جان هم گفت، امروز یک روز خیلی خوب دیگه هم هست، روز پدر هست. و ما از همینجا به تمامی پدران دنیا، پدران زحمتکش، این روز را تبریک میگیم. و انشالله که همیشه در کنار ما باشن، صحتمند باشن، بله، سایشان روی سر ما باشن. و این روز را به تمام پدران دنیا و همچنان پدرانی که در همین لحظه بیننده برنامه ما هستن تبریک عرض میکنیم. و از همینجا این روز را همچنان برای پدر مهربان خودم تبریک عرض میکنیم. انشاءالله که همیشه سایه مهربانی شما بالای سر ما باشد. بله رو بابا جان، من روز پدر برای پدر مهربان شما همچنان تبریک میگم. و از همین راه دور دستایشان رو میبوسیم هر دوی ما. و دیگه ای که انشالله پدر مهربان شما هزار سال در کنار شما باشه و صحتمند باشه. تشکر مریم جان. انشالله که خداوند پدر شما رو هم رحمت بکنن و انشالله که سفر آخرت خوبی داشته باشه. تشکر، سلامت باشی رو بابا جان. بله. آره خوب است که بریم طرف مهمانای برنامه ما. بله. که مهمانای بسیار بسیار مقبول زیبایی در برنامه داریم. قنچه های خندان هستن و گل های نورسته هستن. خوب است که برشان سلام بتریم و احوال پرسی کنیم. بله. خوش آمدید بگیم. خوب است بچه ها سلام. سلام. ماشاءالله. سلام بچه ها. سلام. خوب هستین؟ پر انرژی. شما خوب هستین دخترای ناز؟ بله. خدا را شکر. خیلی خوش آمدین هر دویتان. بله. بله، این هر دو سمتم دیگه، این طرف و این طرف. بله، طرف پسرها و دخترها. بله، همگی خوش آمدین و خیلی صفا آوردین، ما را خوشحال کردین. حقیقتا هم برنامه خودتان است و باید که تشریف می آوردین. بله. و خیلی خوش آمدین. مطمئن هستیم که امروز وقتی که آمدید برای ما تحفه های خیلی خوبی را هم آوردید، مثل شعر. بله. درست است؟ روبا بای جان، دوستای ما همگیشان با دست پور. بله. اینجا آمدن دستیدی خودشان. بله، خوب است که از اونا پرسان کنیم چی چیزی آورده. قبلا هم پرسان کرده بودیم که بله. شعر دارن، مقاله دارن، دکلمه دارن. و کسایی که بعض دوستایم یکشان که هستن سخنان از امام علی علیه السلام بر ما میگن و بسیار زیبا هست. و کسایی که ای با دست پور آمدن
و همچنان ما در برنامه مسابقات همچنان داریم. هر کسی که برنده میشه، کسایی که فعالیتشان بیشتر هست و لبخند داشته باشه، حتما حتما جایزه میبرن، تحفه میبرن و با دست پر دوباره میتونه که خانه هایشان برگردن. چقدر خوب، پس سعی کنید که لبخند بر لبانتان داشته باشین و اجرای خوبی داشته باشین، درست است؟ خب حالی که شعر و مقاله و از چیزا داره دستایتان بالا کنین. بله، کسایی که شعر داشته بود مقاله مریم جان. بله دخترها تعدادشان بیشتر است. بله ماشاءالله دخترها تعدادشان بیشتر هستن. بله تا جایی که من میفهمم یکی از دوستای نازنین ما یک دختر خانم بسیار بسیار مقبول و زیبا هست، حدیث پشتو داره. میخوایم که از سنا جان قندی عزیز خواهش کنیم بیاید حدیث پشتویش بخونه، همگی ما با شنیدنش لذت ببریم، درست است؟ سنا جان بیا. کجایی؟ خب بیا سنا جان، به این جستا چون بله رو به دوربین سنا جان. یک دوسته میشنویم. بله خود شما میگیرین. بله بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم سند زده پنځم ټولګي زده کوونکی یم او اوس می تاسو ته حدیث را وړی دی او زه تاسو ته ډیره ډیره مبارکي درکوم چې نن امیر المؤمنین علی علیه السلام ولادت او د پلار ورځ هم درته مبارک وایم. ما حدیث را وړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. بیهقي چې یو له هغو مشهورو عالمانو د اهل سنتو دا یو ښکلی روایت یې کړی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي، هر څوک چې غواړي علم، پوهه، تقوا، پرهیزګاري، د نوح علیه السلام، صبر د ابراهیم علیه السلام او عبادت د موسی علیه السلام وویني او پند ترې واخلي، نو علی ابن ابو طالب ته دی نظر کړي او هغه دی و پیژنی. تشکر. بله بسیار زیاد تشکر از دوست ما. بله. برای سلامتی دوست ما یک صلوات بلند. بله بله روبا جان. بله. دوست ما سنا جان چقدر یک حدیث زیبای پشتو خوان. کسایی بله، که پشتوی خیلی خوب یاد دارن حتما فهمیدن که دوست ما چیز حدیث بله، زیبای گفت و بسیار مقبول سخنا گفتن بر ما. حالا خوب است که خوب شد که برای سلامتی و صحتمندیشم صلواتم فرستاده. بله، بله. خوب است که از یکی از دوستای ما خواهش کنیم، البته از طرف بچه‌ها که به بر ما و دوستای ما یک شعر بسیار بسیار مقبولش بخونه که نامش است متین جان. خب متین جان بیا. آفرین پسر خوب. بله متین جان. متین جان یادت که نرفته گفتیم کسی که بتونه خوب شعر بخونه مستحق چی است؟ جایزه. بله. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. سید متین حسینی هستم. این شعر با تمام پدرای دنیا و مخصوصاً پدر خودم. به به. بله. تقدیم میکنی؟ تقدیم میکنم. بله. پدر خوب و نازم، عزیز و دل نوازم، تو نعمت خدایی، تو خوب و بابفایی، خدا تو را نگه دار که می روی سر کار، قرآن و پاک و روشن، گفته است از تو با من، حرف تو را ده هم گوش، روز پدر مبارک، تشکر شد. بله. تشکر، چقدر یک کف بلند بزنیم، تشکر کنید دوست ما. تشکر از متین جان، چقدر شعر مقبول درباره پدر جان خواندن و روز پدر برای پدر جان متین جان همچنان باز هم تبریک میگم، به خاطر که یک بچه مقبول زیبا تربیت کرده در جامعه. بله بله, بله مریم جان، مطمئن هستم امیالی که وقتی پدر متین جان این لحظه رو دیده خیلی احساس خوشی کرده و این خیلی خوب است که بله. فرزندان بتونن چیکار کنن پدر مادرشون رو خوشحال بکنن. بله روبا جان. بله حالا خوب است که بریم با هم دیگه یک گیم بازی کنیم. گیم گفتیم، مطمئن هستم که همه بچه‌ها آماده شدن، درست است؟ بله بله ما رو بابا جان. بله. ما خودت چیکار میکنیم؟ حرفا رو میگیم، حرفا رو میگیم و هر دوست ما که تونسته کلمه رو جور کنه میتونه دستش رو بالا کنه. بله باز میتونه که دستش رو بالا کنه برای ما بگه اگه کلمش درست بود مستحق جایزه میشه، اگه نبود. بله دوستا این قسمی است که ما حروف رو نوشته کردیم، البته جای به جای هست، شما باید اون حروف رو چیکار کنین؟ حدس بزنین که کلمه رو حدس بزنین که از حروف ساخته شده، درست است؟ پس خوب و با دقت گوش بگیرین تا ای که بتانیم برنده شوین. بله بسیار کلمه آسان، یک کلمه که واقعا همگی ما با او سر و کار داریم و بسیار بخاطر از اینکه خیلی خیلی آسان هست
کسی که زود دستش بالا کلم نفرم ایستاد میکنیم، درست است؟ البته سعی کنید درست جواب بدین. البته منتظر باشم وقتی که ایستاد شدین مایک میگیرین بعد از اون میگین، درست است؟ بله. خب کلمه ما بسیار بسیار آسان است، یعنی میفهم که همگیش متفاهم بشنوین میفهمین که چی است. خب بگو مریم جان، همگی رو رو به جان کلمه ای است که ما همیشه به او سر کار داریم. خب چی بوده میتونه بچه ها؟ خب میگم آماده هستین؟ بله آماده هستم. هر کسی که زود دستش بالا کرد او مستحق جایزه میشه. البته فکر کنین اول که درست جواب بدین. بله بسیار آسان است رو به جان، است بس که آسان است مریم میتونه میرو بگو. خیلی آسان است. خب مریم جان بگو. خب نون نون الف چی؟ بچه ها قرار نبودی رقمی بگویند دیگه بریم بان خیلی است دمایک بگو. آفرین نان کلمه رو بله بله البته ای که بله. خب بخاطر که دوست ما اصلا نام شد بر ما نفسه، اول نام تا بگو بعد از اون برای ما بگو. مایک بیدی بسم الله الرحمن الرحیم مصطفی هستم. بله خب مصطفی جان کلمه چی بود؟ جواب سوال چی بود؟ نان. آفرین نان. چه پس آدم تشکر از مصطفی جان. تشویق کنید بچه ها. آفرین آفرین خیلی بله. خوب بود بله. دوست ما برنده شد. اما مریم جان ببو بجان بله. توفای دوست ما در اخیر کلشان هم میتیم، اما فیلن هم میخواستیم که باز هم مسابقه را انجام بتیم. خوب است که با هم یک میان برنامه ببینیم و دوباره ادامه میتیم، درست است؟ درست است. پس بعد از یک میان برنامه با ما همراه باشید. پدر عزیزم، تو بهترین پدر دنیای، روزت مبارک. پدر عزیزم، تو بزرگترین پشتیبان زندگیم هستی، روزت مبارک. امروز تولد بزرگترین جهان مرد تاریخ حضرت علی علیه السلام است. این روز بزرگ را به تو ای پدر عزیزم تبریک میگویم. مهربانی راست تو آموختم پدر عزیزم، روزت مبارک. پدر مهربانه، تو برای من تمام معنای زندگی هستی، روزت مبارک. پدر عزیزم، تو برای ما زحمات زیادی کشیدی، بدان که قدردان زحماتت هستم، روزت مبارک پدر عزیزم. بسم الله الرحمن الرحیم، میلاد با سعادت امام علی علیه السلام را به شما تبریک عرض می دارم. علی بابای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی، همه سایه هما را. علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی، همه سایه هما را. علی ناشنا همه در را
فرخ علی بین بلی شناختم من به خدا قسم خدا را بلی شناختم من به خدا قسم خدا را خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را برای گدای مسکین در خانه علی زد که نگین پادشاهی دهد از کنم گدا را که نگین پادشاهی تر از نسیم یار یاس و یا کریم دست مهربان تو آشنای هر یتیم. خب دوستان نازنین ما دوباره برگشتیم و میخواییم که مسابقه را ادامه بدیم. رو بابت جان یده تا میزه که دوستان ما میتونه ببینه و بارشم چی هست گلاسا یک بار مصرف است. خب میخواییم که بر دوست ما تشریف بتونیم چه قسم مسابقه است. ما به دو نفر نیاز داریم. یک تا گلاس هم ببینیم که رنگ چی داره متفاوت داره. سرخ داده اول است. ما چیکار میکنیم؟ ایره قسم میگیریم و ایرم ام قسم میگیریم تا اینکه بالاخره رنگ سرخ چیکار میشه؟ در بالا قرار بگیره. وقتی که در بالا قرار گرفته هر کسی که مسابقه رو زودتر انجام داد چیکار میشه؟ برنده میشه. حالا فهمیدین دوستا؟ فهمیدین؟ آماده مسابقه هستین؟ بله. خب یکی از دخترها یکی از پسرها درست است؟ بله. ربا بچه‌ها خوب است که در بین او طرف و این طرف مسابقه پرتیم ببینید که بچه های نازنین خوب فعال است یا دخترهای نازنین فعال است. درست است؟ خب کی میخواه؟ کی میخواه اشتراک کنه؟ ماشاءالله داوطلبم که زیاده. بله. خب شما درسته؟ خب از بچه ها رو من انتخاب کنم. یک قسمت قرار بگیره عزیز. کی رو انتخاب کنم؟ شونو نمی کنید دیگه؟ کدامش انتخاب کنم؟ قسمت آخر. یا خودت. خب بلند شما هم حسین جان بیام. اول رو بابا جان خوب است با شماره شما شروع میکنید درست است؟ اول خوب است یک معرفی کنن خودشان که دوستان ما بشناسن اینا نامشان چی است و بعد از اون خودشان یک معرفی کنن بر دوستای ما. بسم الله الرحمن الرحیم. ادریس سارستم از مکتب سید علوسی صنف ششم. تشکر ادریس جان و خودت.
بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا اسم من زهرا است، صنف 5. بله زهرا جان و ادریس جان، از هر دوشان خواهش میکنیم که خب با شمارش کم کم شروع کنه. آماده هستن؟ بگیریم؟ بله سه. بله اول یک دو سه بکنیم، بس از اول بانن، بان از اول بانن. سه بس دو یک شروع کنیم. چه لحظه دیگه وای. به نظرت مریم کی برنده میشه؟ تیم ما برنده میشه. تیم شما برنده میشه؟ بله رو بابا تصمیم نگو شد تیم ما برنده میشه، بخاطر که ادریس جان ماشاءالله بسیار بچه فعال معلوم میشه. خب بخاطر به نظر شما چی؟ ماشاءالله قسمه که معلوم میشه تیم ما برنده میشه انشاءالله. اینه بالاش ببرید بالاش. خب با عجله برنده شد مریم جان تیم ما، بچه ها تشویق کنید. آفرین تشویق کنید. آفرین آفرین. دیدی مریم جان؟ خب رامو بجان هرچند تیم ما میخواست برنده شوه، فقط همه قدر فکرش نبود که باید ایرم دعوال باید میمونده. خب دیگه مریم جان تقصیر ما نیست. خب باز هم صورت تشکر از شما دوستای نازنین. تشکر از هر دوی شما و توفیقتان انشاءالله که میتیم میتون تشریف برنده. تیم ما برنده شد. بله بله. خب خب تشکر از هر دوی نازنین ما. بله و هرچند رو بابا جان تیم ما برنده می شد. خب مریم جان قسمت آخر مسابقه همیشه مهم است، در دقیقه 90 ممکن اتفاقات مهم می بیفته. درست خب به هر صورت رو بابا جان مرا دیگر این روز جگرخون نکن. نه دیگه مریم جان جگرخون نشو. خب رو بابا جان بله آله دوباره ادامه بتون می خواهی که دوباره ادامه بتون مسابقه بچه هم موافقین؟ بله بله خب. این بار هم باید ببینم باز هم کی ها موده هستن؟ خب شما از آخر دفک یاره بخزانم. خب دوست و فامیلتون دیگه چه قصه میکنین؟ درست است؟ ایره باید از سر باید بیارین. درست است؟ بله کیره 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 بین شما در اول خودتان رو معرفی کنین؟ بله خودتان رو معرفی کنین؟ متوجه باشی. خوب بسم الله الرحمن الرحیم. در نخست روز ولادت حضرت علی رو به تمام مسلمانان جان تبریک و تهنیت عرض میکنم. محمد مهدی فایتی استم، متعلم صنف هفتم از مکتب خصوصی سید لوسیا. تشکر. و دوست بعدی ما بسم الله الرحمن الرحیم مینا هستم صنف پنجم به. بله مینا جان خب. آماده هستید که شروع کنیم مسابقه را؟ سه دو یک از اول باید شروع کنیم. خب بچه از اول شروع کنیم مریم جان ما قسمت اول رو باید از اول باید شروع کنیم. درست است؟ از قسمت جو مهم در هر صورت خطا نشاریم. خب خب این آماده شروع میکنیم. سه دو یک آهسته یکی بچه یکی بچه یکی بچه برنده بشه به نظر شما دخترا؟ بله دخترا. وای وای تیم ما برنده میشن. مینا جان عجله کن. بله بله تیم ما برنده شد. رو بابا جان خوشبختانه خیلی خوشحال شدم. تشکر کنین دوست ما را. خب مریم جان خیر است، گپ نداره. یک بار ما بردیم، یک بارم شما بردیم. بله. چه بهتر. ما میخوایم از دوست ما پرسان کنم وقتی که برنده شده چه حس داره. میشه بر دوست ما بگویی؟ بله البته دیگه هر کس حس خوشحالی داره. تشکر از دوست ما. تشکر از خودتان همچنین مینا جان. خودتان که ماشاءالله زیاد فعال هستی. بله بفرمایید دوست نازنین. بله در جای تانیتون تشریف ببرین. تشکر از هر دوگه که دوست ما که واقعا خیلی دختر بچه های مقبول زیبا و فعال. بله مریم جان خوب شد که تیم بله. شما هم برنده شد تایی که تو هم ناراحت نشوی امروز. بله رو بابا جان خدا را شکر برنده شد. اینال بله. که آره فعلا چی کارشتون مساوی شدیم دیگه. بله مساوی شدیم. بله خوب آره رو بابا جان بله. از دوست ما که مقاله داره میخوایم که بیای مقاله زیباش برای ما و دوست ما بخونه. درست است دوست نازنین ما. بله کی بودن؟ بله شما بیاین زهرا جان. زهرا جان بیا مقاله تا بخون. زهرا جان اینجا استاد چون مایک بگیر. زهرا جان خب زهرا جان مایک خودت میتونه بگیر. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من زهرا است، متعلم صنف پنجم. روز پدر را به تمام پدران عزیز افغانستان و همچنان به پدر خودم تبریک میگویم. آفرین دختر خوب. کعبه در حلحلی فرشتگان برای میلاد عشق لحظه شماری میکرد. میلاد علی
مظهر تمام عشق و صفا و تفسیر بلند عدالت و شجاعت. مولا، ولادت تو آفتابی ترین روز تاریخ بود که روشنایی روز را خجل کرد. حجرالاسود بر دست های تو بوسه زد و مسجد الحرام تو را در آغوش گرفت. صفا و مروه به نظارت نشستند تا اینکه همانند آفتاب از درون کعبه سر زدی. آنگاه لبخند بر لبان عدالت نقش بست. ای آشنای نخلستان ها و ای همدم چاه، ای درد و ای آشنای کوچه پس کوچه های کوفه، سکوت تو بلندترین فریاد در تاریخ است. بله، تشکر از زهرا جان، تشویقش کنین دوستان. تشکر میکنیم از زهرا جان با این مقاله زیباش. بله، مورو بابا جان و تمام دوستای ما که اینجا هستن و دوستای ما که در خانه هستن بنندی برنامه خودشان هستن، چقدر لذت بردیم و یک حس خوبه در وجود ما ایجاد شد. بله مریم جان، ما در اول هم گفته بودیم که دوستایی که حس خوشحالی خوبی داشته باشن و در برنامه خیلی خوب به نظر برسن جایزه هات گرفتن. ما میبینیم که بعضی ها اخم کردن، چرا؟ بله خب بخندید دوستا، لبخند داشته باشین. ای بابا این روز خوش که کسی ناراحت نیست دیگه. این روز که خیلی روز مقدس است، خیلی روز زیبای هست، باید لبخند داشته باشیم چون همگی ما خوشحال هستیم. بله بله. خب دوستا موافق هستین یک میان برنامه ببینیم؟ بله. درست است. پس با هم یک میان برنامه میبینیم و دوباره با ما باشید. با ما باشین دوستان. بسم الله الرحمن الرحیم. میلاد با سعادت امام علی علیه السلام را به شما تبریک عرض می‌دارم. هم صحبت دیروز و امروز و همیشه مثل تو کسی پشت سرم کوه نمیشه. مردونگی تو تو به دنیایی میارزه، دستان توی دستان نازنین. باز هم ولادت با سعادت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام از صمیم قلبم برای شما تبریک میگم و روز پدر برای تمامی پدران مهربان ما که از کشور ما هستن، کسایی که خارج از کشور ما هستن، همگیشون باز هم برشان تبریک میگم و انشالله که همیشه صحتمند و سلامت و خوشحال باشن. بله، بله. مریم جان دقیقاً خوب گفتی. بله خوب است که از دوستای ما که مقاله داشتن و شعر داشتن، کسایی که مانده بودن، دوباره بخوایم که اینا باز هم بیاین شعر مقالهشون رو بخونن تا کسی دوست ما از ما ناراحت نشه دیگه. بله مریم جان، دوستای خوب و نازنین، شکریه جان میخواد که برای ما سخنانی از امام علی علیه السلام نقل کنه، پس گوش میتیم و هم. بله شکریه جان. بله شکریه جان، اینجا استاد شکریه جان. بله مایک بگی. نرحیم
من یک سلام خاص دارم برای شما بینندگان عزیز. یک سلام خاص دارم برای مجری موفق تلویزیون تمدن. انشالله که خوب و جور و صحتمند باشین. و در اخیر و در نخست ولادت امام علی علیه السلام و روز پدر را به تمام مردم کشور مخصوصا به تمام پدران عزیز تبریک میگویم. من چند سخنی از امام علی علیه السلام دارم. یک، از دنیا توشه بگیرید و بهترین توشه در دنیا پرهیز از گناه است. دو، هیچ کاری نزد خداوند بهتر از نماز نیست. تشکر از توجه. تشکر، تشکر. بله، خیلی خوب. برای سلامتی دوست ما یک صلوات بکنیم. بله. خب نرفت دوستا. خب. مریم جان. بله. و حالی از عاطفه جان. دختر خوب و نازنین، دوست نازنین ما، میخواییم که آمده و برای ما مقاله خود بخونه. عاطفه جان. بله عاطفه جان اینجا بیام. بله. عاطفه جان مبت مایی کمی تیم ببینیم که عاطفه جان برای ما چی میخونه. بسم الله الرحمن الرحیم. ولادت با سعادت حضرت علی علیه السلام را با تمام شما تبریک میگویم. تشکر. امام علی علیه السلام در روز 13 ماه رجب در خانه خدا به دنیا آمد. نام مادرشان فاطمه بنت اسد و نام پدرشان ابو طالب بود. امام علی علیه السلام پسر کاکا و یار یاور حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بودند. ایشان شجاع و فداکار بودند. بله. ایشان داماد پیامبر و همسر حضرت فاطمه سلام الله علیها بودند. ما مسلمانان روز ولادت حضرت علی علیه السلام را یک عید بزرگ میدانیم و جشن میگیریم. ایشان پدر همه ما مسلمانان هستند. تشکر. بله، تشکر از فاطمه جان. بله عاطفه جان، یک تشویق بکنید. عاطفه جان دوست ما چک مقاله زیبایی خوان و همگی ما از شنیدنش لذت بردیم و بله معلومات بود. بله تمام دوستان نازنین ما که امروز اینجا آمدن و برای ما تحفه‌ای داشتن، گفته هایشان قابل قدر است و خیلی زیاد ما را خوشحال ساختین. و حالی وقتی است که ما هم به وعده خود وفا کنیم. بله. و چیکار کنیم؟ تحفه دوستای خود برشان تقدیم کنیم. دو بابا جان. بله. ما بیشتر گفتیم که دول گفتیم بر دوستای ما به خاطر از اینکه گفتم که هر کسی که مقاله و شیرینا بخونه باشن تو فهمیتیم. درست است. اما ما چیکار میکنیم؟ میخوایم از دوستان یک سوال کنیم. بله. بین دوستای ما از طرف بچه ها کسی هست که نامش علی باشه؟ بله هست. خوب. یک کسی نیست دوستا؟ ترکیبی. بله. بله. و دو تا علی دوستای ما جایزه میتیم تو فهمیتیم با این نام زیبایشان که پدر جان و مادر جان سرشان نام علی را مونده و بسیار نام مقبول است، برشان توفیشان را بتیم و در ضمن که رو بابا جان بر کل دوستای ما توفه میتیم. بله مریم جان، ما گفته بودیم دوستای نازنین ما که خوشحال باشن و لبخند بزنن و حس شادیشان را ببینیم برشان توفه میتیم. پس تمام دوستای ما امروز خوشحال بودن و حس خوبی را داشتن. پس چیکار می‌کنیم؟ بله بابا جان، از یک طرف شروع می‌کنیم، برشان دانه دانه برشان توفه‌شان می‌دیم. بله. تا اینکه دیسپور خانه برن و همه تو خوشحال خوشحال باشن. بله مریم جان، خب تحفه گرفتن معمولاً که حس خوشحالی داره دیگه. یه هم توفه تشریف کنیم دوست کنیم برن لاب کنیم. بله یه هم از دوستک نازنین ما. بله. یه از خوده. تبریک باشه. تبریک باشه که تحفه میگیری. بله بله. کاش ما را کسی تحفه میداد مریم جان. بله رو بابا جان، ما و تو هیچ وقت از تحفه مستحق نشدیم. تبریک باشه به خودتم تحفه. به خودم تحفه تبریک باشه. بله دوستان نازنین ما. رو بابا جان تعداد تحفه ها ماشاءالله زیاد است. تعداد بله. دوستای ما ماشاءالله زیاد هستن. تبریک باشه به خودتون توفه، بر تو هم همچنان، بر خودکت همچنان دوستم و به خودت همچنان. این طرف چند تا دوستم رو مونده؟ دیگه دوستی عزیز؟ خب ما هم همراه مریم جان کمک کنم و بله دوستای نازنین خیلی خوش آمدین. بله بر خودتم تبریک، تشکر از خودتم، تشکر از همگیتون که تشریف آوردین. بفرمایید عاطفه جان.
بریم دوست نازنین. یه کسی مونده؟ خب یه هم برازی دوست ما توفه. تشکر. خواهش میکنم. یه مونده؟ تشکر. یه کسی مونده؟ نفر آخری؟ بله یه مونده. بله. خب همگی توفه دریافت کردین؟ بله. خدا رو شکر. بله. خیلی دوستای ما خوشحال هستن که توفه هایشان رو دریافت کردن. بله بله دقیقا. و توفه های بعضیشان هم که کتاب های بسیار مقبولی است. چقدر خوب. کیو کتاب دوست دارن؟ که خوش شانس باشد اگر. بله دخترها همهشان بله. کتاب دوست دارن. بچه ها هم کتاب دوست دارن. بچه هم دوست داره. بله بچه ها شما دوست دارن کتاب بخوانین؟ بله. بود اگر چانس دوستای ما که کتاب گرفتن یا کدام چیز دیگه گرفتن درست است؟ بله بسیار خوب است. هر چی گرفته باشن من مطمئن هستم که خوشحال میشن. بله رو بابا جان اگر من اوتورم کسی توفه بتا خوشحال میشیم. دقیقا. بله و دوستای ما خب خسته که نشدین امروز لذت بردین از برنامه؟ بله. خدا رو شکر. مریم جان فهمیده میشه که دوستای ما امروز خوشحال هستن. و در ضمن که برنامه آمدن یک خوشحالی دوم خوشحالی که روز خیلی خوبی از شما میرن روز پدر تجلیل میگیرن. بله من مطمئن هستم از اینجا که رفتن تمامی دوستای ما پیش پدر جانشان میرن و دستشان رو ماچ کرده و روز برشان تبریک میگه درست است؟ بله بله و بله. یک تشکری خیلی ویژه از تمامی شما عزیزانی که در برنامه تشریف آوردید و شما دوستای نازنینی که با ما تا این دم همراه بودید. ای بوده از برنامه امروز. امیدوار هستم که چیزهای خیلی خوبی را بله. یاد گرفته باشین. امیدوار هستم که از برنامه امروز همگی دوستان بله. که در خانه هستن لذت برده باشن و دوستان ما که اینجا بودن دخترها و بچه های نازی که امروز اومده بودن لذت برده باشن. و تشکر میکنم من به نوبت خودم دیگه از دوستای ما و از طرف دوستای ما و از دوستای ما که در خانه هایشان هستن بسیار بسیار زیاد تشکر. یک جهان تشکر که همیشه با ما هستین. این بود از برنامه امروز. تا برنامه بعدی شما را به خدا میسپارم. همگی ما همگی با هم خداحافظی میکنیم. خداحافظی. بای بای.